سلام 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 خدمت همه شما دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم. خیلی خوشحالم که امسال هم برای چهارمین سال متوالی از طریق رویداد افتاسیزن میتاب مهمان شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام برای عزیزانی که اولین بار هست که این میتاب رو و این رویداد رو فالو میکنن یک کوچولو در مورد هیستوری اون، دلیل تشکیل اون و ایده ای که پشتش بود توضیحاتی رو خدمتشون عرض بکنم. ببینید، 4 سال پیش زمانی که خیلی گرم بود بازار، نمیدونم، مفاهیم و ترمینولوژی های جدیدی مثل ستارتاپ ویکند، هکاتون، ایده شو، برگزاری این رویدادها، بخش های دولتی، بخش های خصوصی، حتی فعالین این حوزه ها می اومدن در زمینه ها و ترند های مختلف، حوزه سلامت، گردشگری بچه و چه و چه رویداد برگزار میکردن، ما میدیدیم که در حوزه شبکه و امنیت شبکه مرجش میکنم، در حوزه افتا یا امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات رویداد یا برگزار نمیشه، اگر برگزار میشه رویدادها ماهیت میتاب ندارن. به این نتیجه رسیدیم که بیم خیلی خودمونی یه سری از عزیزان به صورت سیزن بیس فصلی در قالب یه سری کارگاه تخصصی و آموزشی و نالج شیرین بکنن، اما به دو دلیل. یکی این که برنامه ریزی این به صورت فصلی مقدار سخت بود، زمان بر بود، و اینکه اگر میخواستیم این رویدادها رو به صورت فیزیکی برگزار بکنیم، خود بحث مکان فیزیکیش هم به نوعی هماهنگی هاش خودش میشد یک چالش. به این نتیجه رسیدیم که این رویدادها رو به صورت آنلاین برگزار بکنیم، مرجش بکنیم و به صورت انوال ایونت یا رویدادهای سالیانه باشه. خب بنابراین ایده افتا سیزن، درست سیزن بیس بود، به صورت سالیانه برگزار شد. ما گذاشتیم همزمان با هفته فدافند غیر عامل و عملا در آبان ما این رویداد رو برگزار کردیم. کل هفته رو، هر روزش رو به صورت رویدادها و ایونت هایی تقسیم بندی کردیم و رویدادها رو برگزار کردیم. البته این رویداد در سنوات اول دومش به صورت حضوری برگزار شد، اما پارسال به دلیل شرایط کرونا به صورت آنلاین بود و امسال هم این رویداد و ایونت رو به صورت آنلاین برگزار میکنه تا بتونیم مخاطبین بیشتری رو در خدمتشون باشیم. امسال ما میجر ترند رو گذاشتیم در حوزه بلاک چین و در این کارگاه و در این ویدیو آموزشی قرار در خصوص استبیلیتی بلاک چین، فرصت‌ها و تهدیدهای اون صحبت بکنیم، اما از 5 منظر. ما هم از نگاه دولت، هم از نگاه وزارت نیرو، هم از نگاه دارندگان فارم ها، هم از نگاه من و شما به عنوان یک کاربر عادی و هم از نگاه فاینانشال مارکت بیایم در مورد فرصت ها و تهدید هایی که این ترند روز میتونه برای ما داشته باشه، برای همه داشته باشه، صحبت بکنیم و مباحثی رو با هم دیگه به چالش بکشیم. خب برای عزیزانی که بنده رو نمیشناسن، خودم رو معرفی نمی کنم، پیشنهاد می کنم که به گیتبوک بنده مراجعه بکنن، رحمتی آکادمی رو سرچ بکنن، بر کل رزومه بنده، ویدیوهای آموزشی، هندات‌های آموزشی و سوابق کاری بنده اونجا مشخص هست. خوشحال میشیم که بتونیم با عزیزان کانکت بشیم و این نتورک مرتبط با این ایونت رو سال به سال بزرگ و بزرگترش بکنیم. خب یه راست بریم سراغ اصل داستان. ببینید، فرض بکنید من و شما یه فعال اقتصادی هستیم، یه کارخونه داریم، یه کارگاهی داریم و در اون یک محصول خاصی تولید میشه. برای اینکه محصول خودمون رو پروموت بکنیم به کاربر هدفش، از تمام ظرفیت‌های ممکن بر اساس باجتی که داریم، بر اساس تخصصی که داریم، بر اساس استراتژی فروشی که داریم، بچه و چه و چه استفاده می‌کنیم که مخاطب هدفمون رو هوشیار بکنیم که آقا محصول من این هست و مزیت رقابتی محصول من هم نسبت به سایر رقباش این هست، بیاین از محصول من خرید بکنیم. حالا این رو ببریم تو حوزه بلاکچین، ببینیم در حوزه بلاکچین چه اتفاقی افتاده و این ذره بین رو هم میذاریم در حوزه کشور. الان چند سال هست که میبینیم در نیمه اول سال، بخصوص همزمان فصل تابستان که خب عمدتا مصرف برق
افزایش پیدا میکنه، میبینیم که حجم وسیعی از اخبار داره در شبکه های اجتماعی، در شبکه های رسانی کشور منتشر میشه، تولید میشه، که آقا صنعتی وجود داره به نام ماینینگ و فارم ها داره برق مصرف میکنه، حجم عمده از برق کشور رو هم استفاده میکنه. و عملا میبینیم که اگر تا چند سال قبل صرفا متخصصین این حوزه در مورد واژه ها و ترمینولوژی های مثل بلاکچین، رمز ارزها و امثال هم میدونستن، الان دیگه افراد عادی هم لااقل بارها و بارها این ترمینولوژی ها و این ترم ها به گوششون خورد. پس داره به صورت خیلی ناخواسته کمک میشه به این که این صنعت، این حوزه، این تکنولوژی فراگیر بشه. این یه بحث. از طرف دیگه بیایم یه کار ساده اینو انجام بدیم، توی گوگل سرچ بکنیم کشف مراکز غیر مجاز رمز ارزها، میبینید دیگه تعداد زیادی از ریزالت ها برای شما ایندکس میشه. کافیه همون چند تا تایتل اول جستجوی خود رو باز بکنید، یک مطالعه اجمالی بکنید. اگر دقت بکنید میبینید که همه این خبرها یک عنوان محوری دارن که آقا داره حجم عمده ای از برق کشور توسط این حوزه استفاده میشه. خب به فرض که ما اینو پذیرفتیم، ولی میتونه در ذهن ما این سوال رو ایجاد بکنه که خب آقا قبوله حجم عظیمی از برق داره استفاده میشه توسط این حوزه، ولی این عدد چقدره؟ این حجم وسیع چقدره؟ 10%؟ 20%؟ 50%؟ چقدره؟ ما باید یک جوابی رو بر اساس یک متدولوژی مشخص براش داشته باشیم. خب بریم این سوال جواب بدیم. برای اینکه به این سوال جواب بدم، من بایستی شما رو رفرنس بدم به یک شاخص گلوبال. چیه اون شاخص گلوبال؟ کمبریج بیتکوین الکتریسیتی کانسامپشن ایندکس، ابریویشنش هم میشه چی؟ CBECI. چی میگه این شاخص؟ قراره جاج بیزنس اسکول دانشگاه کمبریج هر 24 ساعت یک بار روی وبسایتش سه تا عدد رو به من بده و آپدیت بکنه که در نهایت معرف توتال پاور دیمند BTC نتورک باشه. آقا اینی که گفتی رو نفهمیدم. عامیانه ترش مثلا میشه این که کل ماینرهای شبکه بیت کوین در 24 ساعت گذشته 4.28 گیگاوات مثلا برق مصرف کردن. این مقدار حد اقلیش هست. حد اکثر این مقدار برق مصرفی 37.36 گیگاوات هست. اوکی؟ و اینکه مقدار استیمیتد و تخمینی که توسط شاخص CBECI ریکامند میشه هم عدد 11.62 گیگاوات هست. پس من یه رنج مینیموم ماکسیموم دارم و یک عدد استیمیتد. خب من توتال پاور دیمندم رو پیدا کردم که آقا توی شبکه BTC تمام ماینرها این مقدار استیمیتد رو دارن چی؟ مصرف میکنن. حالا سوال بعدی که میتونیم مطرح بکنیم اینه که آقا کانتری شیر های مشخصه یعنی چی؟ یعنی که مثلا مشخصه کشور چین چه مقدار ماینرهای شبکه BTCش دارن برق مصرف میکنن، کشور ایران مشخصه، کشور آمریکا مشخصه، آیا ما پر کانتری مشخص میتونیم بکنیم که این میزان برق مصرفی چقدر هست؟ بله، توی همین وبسایت در واقع پر کانتری شیرها مشخص شده. مثلا سهم برق مصرفی ماینرهای شبکه BTC یک کوچولو بزرگتر از 4.5% برای ایران هست. اگه بخوام دقیق تر این عدد رو بگم 4.64%. خب اینجا یه سوالی برای من و شما ممکنه مطرح بشه که این عدده رو از کجا آورده؟ یعنی بر اساس چه متدولوژی رسیده به این عدد؟ نمیخوام توی این ویدیو و توی این ورکشاپ دیتیل بپردازم به این شاخص و متدولوژیش، حتما در یک ویدیو جداگانه در خصوص این موضوع صحبت میکنم، اما اجازه بدید من یک رودمپ به شما بدم. برای اینکه این موضوع رو شفافترش بکنم، من مجبورم که یک مثالی رو بزنم که مقدار بار منفی داره، اشکال نداره، ولی کم کمک میکنه به فهم بهتر موضوع.
فرض کن شما میخواید برید دعوا، طرف شما به لحاظ مهارت های فیزیکی، جسمانی و و و و و از شما برتر است. خب طبیعتاً از لحاظ عقل سلیم، از لحاظ منطق و هر جوری که حساب بکنیم، اون قاعدتا بایستی وینر این تقابل فیزیکی باشه. اما فرض کنید شما به هر شکلی که شده میخوایم وینر و برنده این چالش و تقابل فیزیکی باشه، طبیعتا بایستی برید به سمت راه حل‌های ناسالم. یکی از اون راه حل‌های ناسالم هم اینه که دست یکی دوتا از دوستان خودتون رو بگیرید و به صورت دست جمعی برید برای این تقابل فیزیکی. ما تو دنیای ماینینگ هم به همین شکل هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه BTC ماینر ها برای اینکه شانس خودشون رو بیشتر بکنن که بتونن سریعتر اون الگوریتم های پیچیده ریاضی رو حل بکنن که یک بلوک BTC رو ماین بکنن، بایستی منابع پردازشی خودشون رو به اشتراک بگذارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این BTC ماینر ها بایستی با هم کلونی بشن، این کلونی ها وصل بشن به یک اینترفیس نود، یک نود میانی که ما اسمش رو اصطلاحا میذاریم پول یا استخرهای ماینینگ، و بسته به اینکه شما چه مقدار از منابع پردازشی مربوط به اون استخر رو تأمین کردیم، به شما بر اساس اون پرسنتج یا شیر میده. یه سرچ ساده توی گوگل به شما لیست این پول‌ها یا استخرهای ماینینگ رو به شما نشون میده، مثلا F2 پول، آنت پول، ریا BTC، بایننس پول، پولین و امثال. توی این پای چارت گراف من جلوی هر کدوم از این اسامی یک عددی رو هم نشون دادم. این عدد معرف اینه که مثلا F2 پول نزدیک 18% کل هش ریت شبکه BTC رو در واقع به خودش اختصاص میده. این عدد برای مثلا آنت پولیس و 17%، برای ویا BTC 14%، برای بایننس 11%، و به همین ترتیب بریم جلو. خب این قضیه چه ربطی داره به موضوع ما؟ ببینید یادتونه ما در مورد شاخص CBCI صحبت کردیم. ببینید تیم پشت اون نیاز به یک دیتا ست داره دیگه. باید دیتا و اینفورمیشن خودش رو از یه جا بگیره. اون دیتایی که حالا جلوتر میگم چیه هست، بایستی از پول‌های گرفته بشه، از استخرهای ماینینگ گرفته بشه که بیشترین شیر رو دارن، بیشترین پرسنتیج رو دارن، بیشترین درصد سهم رو دارن در هش ریت شبکه بیت کوین، و بعد اون عدد، اون داده، اون اینفوها رو تعمین میدن روی کل شبکه هش ریت بیت کوین. سوال، مگه این داده ها چی هستن؟ به عنوان مثال فرض کنید شما یک ماینر بیت کوین دارید. برای اینکه این ماینر وصل بشه به اون F2 پوله، من با کانفیگ کار ندارم، ولی در قدم اول بایستی وصل بشه به اینترنت دیگه. خب وقتی وصل میشید به اینترنت، بایستی این اینترنت رو از طریق پرووایدرهای داخل اون کشور تامین بکنید. یعنی مثلا من که داخل ایران هستم، بایستی سرویس مثلا شاتل، مخابرات، نمیدونم هایوه، پارسانل و امثال هم رو داشته باشم، یا اینکه مثلا تو شبکه TDLT از مودم های ایرانسل و قمره اول استفاده بکنم. اوکی، خب پشت اینا IP ماینر من مشخص میشه. این IP هم مربوط به پرووایدر، بنابراین این پرووایدر هم یک AS نامبر داره و اون AS نامبر مشخصه که اپریشنش تو کدوم کشور هست. پس بر اساس این مشخص میشه که آقا مثلا F2 پول اینقدر درصد از ماینر هایی که دارن توی اون کار میکنن و وصل هستن با اون اینترفیس نوده مربوط به ایران هستن، توی آن پول اینقدر درصد مربوط به ایران هستن، اینقدر درصد مثلا مربوط به چین هستن، و به همین ترتیب اون چند تا بزرگ رو میگیره و بعد یک تعمیم میده روی کل شبکه هش ریت بیت کوین. پس اینجا باید یک سری اسامپشن هایی باشه. چرا؟ چون ممکنه مثلا عرض میکنم، نمیخوام بریز در مورد این فرضیات و اسامپشن ها صحبت بکنم، ممکنه بگه که آه ممکنه من بین ماینر خودم و اون پوله یک پروکسی گذاشته باشم. چرا؟ چون نمیخوام IP ایران رو نشون بدم. بله، بنابراین اون دیتا ست رو درش ارور و نویز ایجاد میکنه. ولی گفتم ما داریم با یک تقریب خوبی بر اساس این اطلاعاتی که
بر اساس این شاخص سی بی سی ها اکسترکت میکنیم، میرسیم یک عدد نرم و قابل قبولی. خب قبلا چی گفتیم؟ قبلا گفتیم که آقا توتال پاور دیمند من در شبکه بی تی سی 11.62 صدم گیگاوات به صورت استیمیتد. اینو پذیرفتیم. پذیرفتیم که شیر ایران هم 4.64 صدم درصد است. ضرب ساده اینها میرسه به 540 مگاوات سالود، حل شد. یعنی چی؟ یعنی آقا در مجموع کل ماینرهای شبکه بیت کوین بر اساس یک متدولوژی مشخص و یک رفرنس گلوبال در کل 540 مگاوات است. بعد نیست روی این گراف هم یک نگاه اجمالی بکنیم. وقتی رتبه بندی کشورها هم نگاه میکنیم، میبینیم که تقریبا بخش عمده ای از این برق مصرفی از اون 11.62 گیگاوات رو کشور چین داره مصرف میکنه. در رتبه دوم آمریکاست، رتبه سوم ماینرهایی هستن که در کشور روسیه هستن، بعدش مالزی و در رتبه پنجم هم کشور ایران قرار داره. خب کاری که من تا الان کردم اینه که میزان مصرف رو مشخص بکنم. اما سوالی که اینجا مطرح میشه که آقا این عدد 540 مگاوات چقدر بزرگه؟ برای اینکه من به این سوال جواب بدم، باید ببینم که آقا اصلا ظرفیت برق تولیدی کشور، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور چقدر است. ببینید، رفرنس میدم به بولتن 48 گزارش ماهیانه آمار سمت برق کشور. بریز گفته که مثلا سهم نیروگاه‌های بخار کشور چه اولوش 16000 مگاوات، گازی 22000 مگاوات، سیکل ترکیبی ما 31000 مگاوات، برقابی که جلوتر باش کار دارم 12000 مگاوات، سهم اتمی، نیروگاه‌های دی جی، تجدید ناپذیر، دیزل، اینا هم مشخصه. مجموع اینها رسه به عدد 85000 مگاوات. این عدد برای ما خیلی مهمه. این عدد 64000 مگاوات رو هم نگه دارم. ببینید یک کوچولو فقط اینجا در موردش توضیح میدم. کل ظرفیت اسمی نیروگاه ما اینقدر، یعنی 85000 مگاوات. اما اون چیزی که قابل بهره برداریه 64000 مگاواته. این که چرا انقدر اختلاف زیادی وجود داره جلوتر در موردش صحبت می‌کنم. اگر یه تقسیم ساده بکنیم، یعنی اون 540 مگاوات رو تقسیم بر 85000 مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه کشور بکنیم، میرسیم به عدد 0.6%، یعنی کمتر از 1%. عزیزان من، کل برق مصرفی ماینرهای شبکه بیت کوین که در داخل ایران بر اساس متدولوژی CBECI اون شاخص داره برق مصرف میکنه، یه چیزی در حدود 0.6%، کمتر از 1% هست. حالا نگاه بکنیم که در جرایت این عدده اون چیزی که اعلام میشه چقدر هست. به عنوان مثال سخنگوی سند برق کشور در سرمایه 24 اعلام کرده که آقا میزان مصرف برق مجاز و غیر مجاز استخراج رمز ارزها نزدیک به 1500 مگاوات از ظرفیت شبکه برق کشور است. خب حتی اگر این 1500 مگاوات رو هم بر اساس اون متدولوژی که اون دوستان دارن هم بپذیریم، ببینیم که این عدده باز هم یه چیزی بین 1 تا 2% کل ظرفیت اسمی برق کشور هست. یه مقایسه ساده نشون میده که کل برقی که دارن ماینرهای بیت کوین در داخل ایران مصرف میکنن 1/14 میزان برق مصرفی حوزه عمومی ماست، 1/26 برق مصرف حوزه کشاورزی ماست و 1/60 برقیه که داره در صنعت در داخل کشور مصرف. ببینید چقدر نکته مهمیه. 1/60 برقیه که داره حوزه صنعت در کشور ما استفاده میکنه. خب بذارید یه فلش بک بزنم به چند تا اسلاید قبلی. اگر خاطرتون باشه من اونجا اعلام کردم که آقا کل ظرفیت اسمی نیروگاه کشور 85000 مگاوات قبل،
ظرفیت قابل بهره برداری من هم 64 هزار مگاوات، این هم قبول کردیم. اما جا داره سوال بپرسیم که آقا این 21 هزار مگاوات کجا میره، چه استفاده میشه، این تولرانس کجاست؟ یکی از اون دلایل اینجاست که آقا به لحاظ فنی بخشی از این برق برای اینکه به من و شما به عنوان کاربر نهایی برسه تو شبکه تلف میشه، اما اینکه این میزان تلفات چقدر هست رو باش کار دارم. رفرنس میدم به این کد خبر در اقتصاد آنلاین به تاریخ 1/6/1400 به نقل از رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست و اتاق بازرگانی تهران که این عدد رو سولوش 10 تا 12% اعلام میکنه. باز رفرنس میدم به این کد خبر در برق نیوز، اینجا همین عدد رو 11% اعلام میکنه. خب پس من میپذیرم که آقا خیلی خب ما 11% برق تولیدیمون در کشور تلف میشه، اما اینکه این عدد خوب بد زیاد کمه رو اجازه بدید من اینجا باش کار دارم. ببینید به لحاظ تئوری این عدد باید یه چیزی هلوهوشه 3 تا 5% باشه. وقتی میام تو حوزه پرکتیکال و عملی مثلا نگاه میکنیم، برای چینی عدد شده 5.5%، آمریکا شده نزدیک 6%، فرانسه شده نزدیک 6.4% و به همین ترتیب من کشورها رو ایندکس کردم. نرم متوسط جهانی چقدره؟ 8.3%. ایران چقدره؟ به نقل از خود در واقع دوستان عزیزان 11%. یعنی چی؟ یعنی ما از ما متوسط جهانی هم 3% اوبر داریم. از طرف دیگه اگر این 11% میزان تلفات رو تقسیم بر به اون 0.6% که کل برقی که داره توسط ماینه های بیت کوین بر اساس اون شاخص CBECI، شاخص گلوبال، شاخص شفافی که متدولوژیش مشخصه تقسیم بکنیم، میرسیم به یک عددی نزدیک 18.3%. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من کل برقی که داره توسط ماینرها در داخل ایران مصرف میشه که BTC ماین بکنم، اگر ضرب داره 18.3 بکنم، تازه میرسم به عددی که داره تو شبکه برق کشور من تلف میشه. پس من چرا اینقدر مانور رسانه‌ای میکنم در خصوص اینکه این برق مصرفی BTC ماینرهای داخل کشور بزرگه؟ یه ریویو ساده میکنم. کل این برق مصرفی یه چیز حدود 0.6% بود برای BTC ماینر در داخل ایران با یک متدولوژی مشخص و یک شاخص پذیرفته شده جهانی، که اگر 18 برابرش بکنم تازه میشه میزان تلفات شبکه برق کشور که همونطوری که پذیرفته میشه اون روش 10-12% بود، که این خودش یکی از دلایل این تولرانس بین ظرفیت اسمی و ظرفیت قابل بهره برداری کشور بود. و یکی از دلایل دیگه هم مثلا میتونه چی باشه؟ شرایط اخیر اقلیمی کشور باشه. مثلا چی؟ خشکسالی. خشکسالی باعث شده که اون 12000 مگاواتی که گفتم سهم نیروگاه آبی کشور هست یک کاهش چشمگیری بکنه و این هم بر اون تولرانس 21000 مگاواتی تاثیرگذار هست. خب من نقش و نگاه وزارت نیرو رو برای شما کلیر کردم. میرم سراغ دولت و میخوام نگاه کنم که از پوینت آف ویو گورنمنت آیا ما به دولت به عنوان یه رگولاتور صرفا نگاه میکنیم در این حوزه، یا اینکه خیر. برای اینکه این قضیه رو شفاف بکنم مجبورم یک سایت کوئسشن دیگه رو طرح بکنم به این شکل: آقا اصلا ماینرهای BTC در کشور چقدر درآمد دارن؟ خب من اومدم اطلاعات دو تا سکونس بلاک، دو تا بلاک پشت سر همه BTC رو برای شما قرار دادم. بلاک شماره 704 476 و 475 به تایم استمپ اون که نگاه میکنیم در فیلد مربوط به اون مشخصه که تقریبا هر 10 دقیقه یک بار ما داریم یک بلوک BTC رو ماین میکنیم در شبکه چی؟ بیت کوین. اوکی، این که نکته اول. نکته دوم، میرم سراغ اکسچنج بایننس، قیمت لحظه‌ای BTC رو در مقابل ارز پایه فیات USD پیکاپ میکنم، عدد تقریبا 56774 دلار در زمانی که من دارم این ورکشاپ رو برگزار میکنم. اوکی، اگر یه ذره تقسیم ساده بکنیم، یعنی چی؟ گفتیم دیگه هر 10 دقیقه یک بار یه دونه BTC داره ماین میشه، در ساعت میشه 6 تا،
در 24 ساعت شبانه روز میشه 144 تا. هر یه BTC هم الان 56744 دلار هست، هر دلار هم تقریبا به نرخ پای تومن 27000 تومن هست، ضرب این هم شده 220 میلیارد تومن کل درآمد ماینرهای BTC در 24 ساعت گذشته. خب سهم ماینرهای ایرانی چی میشه؟ رفرنس میدم به همون شاخص CBCI. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم تقریبا اولش 4.60 خورده درصد، ضرب اینها میرسه به عدد 10 میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی در 24 ساعت گذشته تقریبا ماینرهای ایرانی سقوط 10 میلیارد تومان، در ماه هلوش 300 میلیارد تومان، در سال تقریبا 3650 میلیارد تومان برای کشور ارزآوری داشتن. نکته چیه؟ نکته اینجاست ما با صنعتی مواجه هستیم که فقط 0.6% از برق کشور رو مصرف میکنه ولی اینقدر ارزآوری داره برای کشور. خب دولت میبینه درآمد زیاده، بنابراین یک مکانیزمی رو تعریف میکنه، میگه آقا تو این مکانیزم بایستی این دستگاه ها حضور داشته باشن که ما اینو به عنوان یه مکانیزم رگولاتوری بپذیریم. خیلی خب قبول هم هست، این رو هم میپذیریم. اما داستان چیه؟ داستان اینجاست که دولت میگه دستگاه رو وارد کردی، باید حق گمرک رو بپردازی. خب این رو هم طبیعیه، همه میپذیرن. دیگه چی؟ درآمد داری، مالیات بر درآمدت هم پرداخت میکنی. خب اگر رفته سرتیفاید شده، مجوز گرفته، این رو هم باید بپذیره و میپذیره. از طرف دیگه وزارت نیرو هم مکلف کرده که با این حوزه به عنوان یه وی آی پی کاستومر نگاه بکنه، یعنی در سامانه بیلینگش در واقع ریتینگ پرایس مشخص و متفاوتی رو برای برق مصرفی موزه مشخص کرده. حالا شما من بگید اگر تو به عنوان صنعت این موزه رو پذیرفتی، پس چرا تو سامانه بیلینگ می اینو با یه نرخ متفاوتی در واقع اعمال میکنه؟ به نظر شما این نگاه و این رودمپ آیا صرفا رگولاتوری یا نه؟ پاسخ با خودت. خب من تا اینجا از نگاه وزارت نیرو به قضیه نگاه کردم، اون رو کلیر کردم برای شما. از نگاه دولت هم به قضیه نگاه کردم، اون رو هم کلیر کردم. کاری ندارم به اون موارد، میخوام ببینم آقا من یک کاربر عادی هستم، آیا برای من به عنوان یک اند یوزر حوزه بلاکچین میتونه یک فرصتی رو ایجاد بکنه؟ و اگر بله، آیا در کنار اون هم تهدیدهایی رو برای من داری یا خیر؟ برای اینکه به این سوال جواب بدم، من مجبورم که تو قدم اول در خصوص یه ویژگی خیلی مهم بلاکچین صحبت بکنم و اون مفهوم دیسنترالیزیشن هست یا تمرکز زدایی. با یک مثال عرض میکنم، میخوام عملکرد شبکه ACH رو یا Automated Clearing House رو برای شما تشریح میکنم. فرض کنید شما تو ایران هستید، میخواد برای یکی از بستگان خودتون که در یک کشور دیگه قرار داره پولی رو واریز بکنه. اولی سوالی که من از خودم میپرسم، اما اصلا امکان پذیره با این مسائل سانکشن، با این مسائل تحریم، آیا من میتونم پولی رو منتقل بکنم؟ خب این که نه، فرض میکنم اوکی، امکان نقل و انتقال پول وجود داره دو طرفه و این مشکل من نیست. خب به محض اینکه من اوردر تراکنش رو میدم، اتفاقی که میفته این هست که درخواست من میره میشینه توی یک ریمیتنس سرویس پرووایدر. یعنی چی؟ یعنی یک پرووایدری که به من سرویس حوالجات بین بانکی رو میده. خب این حواله میره سمت چی؟ اصطلاحا میگیم ODFI یا بانک سمت مبدا. حواله در اون بانکی یا بین بانکی؟ بین بانکی. پس مجبوره بره توی سیستم پایا که ما اصطلاحا بهش میگیم چی؟ Automated Clearing House یا ACH. در نهایت این تراکنش رو هندل میکنه به سمت RDFI یا بانک سمت مقصد من، و این بانک سمت مقصد رو هم میبینیم که در نهایت فاینالی این ترانزکشن رو در حساب مقصد و اون عزیز ما چکار میکنه؟ رجیستر میکنه و وریفای میکنه. اوکی، چه اتفاقی افتاده؟ 1، 2، 3، 4 ODFI RDFI ACH و Remittance Service Provider، 4 تا حوزه این مسئله وجود داره. 1، 2
هر استپ یک زمانی رو میگیره، بنابراین ما تایم کنسیومینگ هست. سوال آقای بلاکچین، شما بیا این وسط این مشکل برای من حل بکن، من هم دارم فی زیادی رو میدم، هم این که این تراکنش ها زمانبر هست، آیا میتونی مشکلات من رو حل بکنی؟ بلاکچین میگه بله، من میام این وسط یک کلودی رو برای شما قرار میدم، خب امنیت تراکنش شما رو تضمین میکنم، اوکی، سرعت تراکنش شما رو بسیار 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 بالا میبرم، در جلوتر عرض میکنم در بحث کارمندی معاملات در شبکه بلاکچین، و اینکه این تراکنش رو در قالب اصطلاحا میگیم پی تو پی یا پیر تو پیر در میاره، یعنی به جای اینکه این تراکنش با واسطه باشه میشه بی واسطه، یعنی مثل اینکه من پولم رو برداشتم بردم دستی دادم به طرف، چرا؟ چون هم دارم فی کمی رو میدم، همین که تراکنش من تقریبا میشه گفت عالی داره انجام میشه، عالیه. نکته بعدی اینه که آقا خود رمز ارزهایی که در تو شبکه بلاکچین تعریف میشن میتونه در حفظ ارزش دارایی من هم اثرگذار باشه. نگاهی بکنیم به قیمت بیت کوین نسبت به ارز پای دلار از سال 2019 تا الان. ببینید مقدار کف قیمت در حوالی سال 2019 چی بوده؟ تقریبا این سوروش 3050 دلار. ATH بیت کوین در سال 2021 یه چیز سوروش 65000 دلار بوده. یعنی چی؟ یعنی ارزش بیت کوین از سال 2019 تا ATHش در سال 2021 یه چیز هولوش 2021 برابر بوده. عالی. از طرف دیگه اگر به قیمت دلار هم نگاه بکنیم نسبت به تومان، میبینیم در آذر 1397 کف قیمتی 9700 تومان بوده، ATH 32000 تومان بوده، الان که داریم صحبت میکنیم 27000 تومانه. یعنی چی؟ یعنی میبینیم این هم دو سه برابر شده. خب سه برابر افزایش قیمت دلار نسبت به ارز پای تومان، 2021 برابر هم اونجا داشتیم افزایش قیمت بیت کوین BTC نسبت به دلار. ضرب اینها یعنی چی؟ یعنی آقا اگر من سه سال پیش یه دونه BTC می‌خریدم الان دارایی من تقریبا 60 برابر شده. اوکی. از طرف دیگه گفتیم آقا این معاملات کارآمد هستن، یعنی هم از لحاظ settlement time یعنی زمان انجام تراکنش اومده خیلی سریع شده، همین که فی کم دقیق داره از من میگیره. با عنوان مثال میبینیم که در شبکه BTC این زمان ایسی حلوش تقریبا یک ساعته، شبکه لایت کوین 10 دقیقه، شبکه اتریوم 2 دقیقه زمان میگیره تا این تراکنش وریفای میشه و انجام میشه، و جالب اینجاست که این تو شبکه ریپل XRP ایسی حلوش 4 ثانیه هست. اوکی، خیلی عالیه. و با عنوان مثال من اومدم دو تا شبکه ریپل و ترون رو در نظر گرفتم. نگاه بکنید ایسی هولوش 20000 ریپل تراکنش انجام شده و این فیه کم. تقریبا نگاه بکنید هر ریپل الان ایسی هولوش 1.25 دلار هست و این عدد تقریبا میشه گفت صفر. یا اینجا اومدم 180 ترون رو انتقال دادم و همونطور که اینجا میبینید یه چیز هولوش 1 ترون کارمزد گرفته، ترون در واقع هولوش 2-3 هزار تومنه، اصلا تقریبا میشه گفت صفر. سرعت افزایش پیدا کرده، افزایش بسیار بسیار چشم، ارتباطات به صورت پیر تو پیر انجام شده، اوکی، و از طرف دیگه اینکه زمان هم بسیار بسیار ناچیز و عملا تقریبا میتونیم این که صفر شده. اما ممکن شما اینجا از من سوال بپرسید آقا ما این همه زیرساخت بانکداری الکترونیک وجود داره و این همه نیروی فنی دارن کار میکنن، نیروی خدماتی توی شبکه دارن کار میکنن، خب اتفاقی که افتاده اینه که TPS شبکه رو برده بالا، یعنی تراکنش پر سکند یا ترانسکشن پر سکند رو شما بردید بالا. آیا ظرفیت شبکه بلاکچین ما انقدر هست که بتونه این تعداد TPS رو هندل بکنه؟ نگاه بکنید وقتی میریم روی شبکه BTC نگاه میکنیم میبینیم که TPS این شبکه ایسی هولوش 6 یا 7 هست، روی شبکه اتریوم هولوش 15 TPS هست، روی شبکه ریپل
اگر دقت بکنید من عدد 1500 تی پی اس رو نوشتم. وقتی به سایت و وایت پیپر اون نگاه میکنیم نوشته که XRP میتونه هندل بکنه 1000 تی پی اس رو در 24/7، اما میتونه اسکیل اپ بکنه برای اینکه هندل بکنه تروپوتی رو مثل چی؟ تروپوت شبکه ویزا. مگه تروپوت شبکه ویزا چقدره؟ 65000 تی پی اس. و میبینیم که خیلی خب، پس ما قاعدتا بحث اسکیلیبیلیتی رو هم میتونیم با استفاده از یک سری حالا داستانهایی حل کنیم. خب بریم سراغ فسیلیتی بعدی شبکه بلاکچین. سوال، آقا متولی حفظ مالکیت آثار هنری کیه در کشور؟ وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیماست، وزارت آی سی تیه، نظام صنفی خاصی هست، صنف خاصی داره، کیه؟ واقعا در کشور کیه؟ اما اومده این مشکل رو بلاکچین حل کرده. یه سری توکن هایی رو تحت عنوان نان فانجبل توکن، ابریویشنش میشه NFT، ریلیز کرده و عملا اومده کمک کرده به حل مشکل حفظ مالکیت معنوی یک اثر. به عنوان مثال یه رپر ایرانی به نام هیچکس اومده فقط کاوره آلبوم جنگل آسمانش که سال 1385 منتشر کرده بود رو به قیمت 190 اتریوم در پلتفرم فاندیشن اپ به فروش رسونده. این یه مزیت بسیار خوبی هست که اومده یک مشکل و یه چالش مهم رو حل کرد. دلیل بعدی عدم خروج ارز فیات از کشور هست. اجازه بدید من این قضیه رو با مثال خدمت شما عرض بکنم. فرض کنید شما برای یک سفر حالا تفریحی، کاری یا هر دلیل دیگه ای میخواید به یک کشور خارجی مثل همین کشور ترکیه به قلعه خودمون سفر بکنید. چه اتفاقی میفته؟ شما بایستی در داخل ایران مراجعه بکنید به صرافی های مربوطه و در مقابل پرداخت ریال یا حالا بهتر بگم تومان مثلا دلار خریداری بکنید، یورو خریداری بکنید، حتی ارز پای اون کشور لیر رو خریداری بکنید اگه امکان پذیر است. سوار هواپیما میشید، تشریف میبرید اون کشور مقصد و هدف خودتون. چه اتفاقی افتاد؟ من اومدم در شرایط فعلی که کشور دچار یک بحران ارزی هست اومدم ارز فیات رو، دلار رو، یورو رو، لیر رو، نمیدونم پوند و هرچی رو از کشور خودم خارج کردم. شما در مقابل ممکنه بگید که آقا این سفر اجباری هست، اصلا تفریحی هست، خب و طبیعتا من وقتی به یک جایی میرم بایستی هزینه بکنم. من این هزینه رو که نمیتونم با تومن یا ریال برداخت بکنم، طبیعتا بایستی ارز با خودم از کشور ببرم. خب بلاکچین تو های راهکاری برای من داری؟ بله، الان دیگه عملا صرافی های کریپتو یا کریپتو اکسچنج ها بسیار فراگیر شده در کشورهای مختلف به وفور و طبیعتا میتونید در داخل کشور با پرداخت ریال یا تومن به ارزهایی مثل تتر، مثل ترون، مثل ریپل و امثال هم رو خریداری بکنید در داخل تیپ سخت افزاری یا حتی نرم افزاری خودتون، کولد والت یا در واقع هات والت های خودتون استور بکنید، ذخیره بکنید و زمانی که تشریف بردید به کشور هدف خودتون اونجا در داخل اون کریپتو اکسچنج های صرافی های رمز ارز ها اینو تبدیل بکنید به ارز پایه اون کشور. خب و یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار بسیار جالبی تو حوزه بلاکچین وجود داره مباحث مربوط به شفافیت یا ترانسپرنسی است. اجازه بدید من این قضیه رو با یه مثال خدمت شما باز بکنم. فرض بکنید من قرار 1,000,000 تومان رو کارت به کارت بکنم به مثلا شماره حساب آقای به نام آقای علی حسینی. چیکار باید بکنم؟ باید مراجعه حضوری بکنم به یک دستگاه ATM، کارت خودم رو وارد بکنم، آتنتیکیت بشم، در نهایت مبلغ و شماره کارت مقصد رو که مربوط به آقای علی حسینی هست رو وارد بکنم، انجام تراکنش رو وریفای بکنم. بعد از اینکه تراکنش انجام شد مبلغ 1,000,000 تومان از حسابم کسب میشه و در حساب این آقا اضافه میشه. خیلی در مقابل هم برای اینکه این تراکنش رو تأیید بکنه و به من یه رسید بده یه وچر میده. تو این وچر چی گفته؟ گفته آقا در ساعت فلان، تاریخ فلان و با این شماره ارجایی که من بانک وریفای میکنم، اوکی، از کارت فلان مبلغ اینقدر به کارت این آقا که شماره این کارتم این هست منتقل شده.
در واقع این ووچر بخشی از یه وریفیکیشن متد هست، بخشی از فرایند تایید برای انجام یا حسن انجام تراکنش هست. یا حتی اگه بخوام یک مثال دیگه از این وریفیکیشن پروسس یا متد بگم، اس ام اس یه که داره بانک این آقای علی حسینی برای موبایل ایشون ارسال میکنه، اونجا مثلا گفته که دقیقا همین اطلاعات ووچر رو از طریق پیامک برای ایشون هم بانک ایشون منتقل میکنه. در واقع اینها یک تأییدی هست بر حسن انجام عمل. خب در دنیای بلاکچین داستان به چه شکلی هست؟ خیلی فراتر از این حرفا. چطور؟ در دنیای بلاکچین ما یه مفهومی رو داریم به نام لجر، دفاتر توزیع شده تراکنش. مگه چی داخل اون دفاتر؟ مثل این میمونه که شما رفتید یه دفتر خیلی بزرگ رو گذاشتین تو میدان اصلی شهر، گفتید آقا هر کسی که، دقت کنید، قید گذاشتین دو تا قید، هر کسی که داخل این شهر زندگی میکنه مقید است. پس این قید اول. قید دوم، هر زمانی که بخواد پولی رو دستی به هر کسی بده، منتقل بکنه، نمیدونم هرچی، بایستی بره این تراکنش خودش رو، این انتقال پول خودش رو در داخل این دفتر ثبت بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که بنویسد مثلا یاسر رحمتی در ساعت فلان تاریخ این فلان مبلغ اینقدر را به آقای علی حسینی منتقل کرد، و این که همه هم مجاز باشن هر زمانی که خواستن اگر دلشون خواست بیان این دفتر رو با محتویات اون رو ببینن. ببینید آیا ما در دنیای تراکنش های بانکی همچین قابلیت رو داریم؟ قطعا خیر. چرا؟ چون من یاسر رحمتی فقط اجازه دارم تراکنش های مربوط به کارت خودم و حساب بانکی خودم رو ببینم، دیگران چجوری میخوان تراکنش های حساب مربوط به من رو ببینم؟ ولی در دنیای بلاکچین این دفتر توزیع شده است، روی بستر بلاکچین پابلیش شده است. به عنوان مثال من اومدم اکسپلورر مربوط به مثلا BTC برای یک ولد آیدی مشخص رو ایندکس کردم، مثلا مشخص شده که آقا در این زمان این مقدار BTC که معادل USDش انقدر بوده منتقل شده به یک ولد آیدی دیگر. خیلی خب، ببینیم که عملا این مصداق واضح شفافیت یا ترانسپرنسی است. خب بریم سراغ یک کانسپت و مفهوم بسیار مهمی که در شبکه بلاکچین باش برمیخوریم و بسیار مفهوم مهمه. Autonomous Network هم میتونه با عنوان یه opportunity تلقی بشه، هم با عنوان یه threat. بذارید با مثال این قضیه رو باز بکنم. فرض کنید من دارم تو خیابون راه میرم، داد میزنم 44 55 66 77 88، یه عدد دارم، داد میزنم هر خیابونی که میرم، میگم آقا 44 55 66 77 88. یکی من میگه آقا این چیه؟ میگم آقا این کد ملیه. خب برای کسی مهمه؟ قطعا خیر. اما حالا فرض بکنید من داد بزنم یاسر رحمتی 44 55 66 77 88، یعنی چی؟ یعنی بغل یک عدد ده رقمی که قرار شد کد ملی من باشه، اومدم نام و نام خانوادگی رو قرار دادم. زمانی این عدد ده رقمی میتونه مهم باشه که مپ بشه، بایند بشه با عنوان یک کی آی دی به یه سری دیتابیس، و از اون دیتابیس ها یه سری فیلد ها و کوئری ها رو چی اکسترکت بکنه. بذارید اینو ارجاع بدم به آیین‌نامه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و اونم ماده 21ش. تو ماده 21 قید شده که آقا در شبکه NIN و در شبکه ملی اطلاعات ما بایستی 12 تا دیتابیس باشه و این دیتابیس ها مشخص شده. اینا هم متولیش مثلا پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور هم متولیش هست، یا مثلا پایگاه نظام ملی آدرس گذاری مکان محور یا جینف، متولیش کی؟ شرکت پست. حالا زمانی که بیاد این عدد یعنی کد ملی من مثلا بانگ بشه با دیتابیس هفتم، دیتابیس جینف،
و اطلاعات موقعیتی من، یعنی محل سکونت من رو اکسترکت بکنه دیگه مهم میشه. پس ببینید این عدد، این کد ملی به ذات یه عدد رقمیه و نامفهوم. اهمیتش زمانی مشخص شد که مپ شد به یک سری دیتابیس و از اون دیتابیس ها یه سری اطلاعات رو اکسترکت کرد و اون اطلاعاتی که اکسترکت شده برای ما مهمه. در مورد بلاکچین هم همینه. با فرض بکنید من اومدم تو شبکه TRC20 یک تراکنش تران از این ولت آیدی رو به این ولت آیدی به شما نشون بدم. خب شما ممکنه بگید که خب آقا این ولت آیدی یه سری کاراکتر هست دیگه، این ولت آیدی هم یه سری کاراکتره. بله تو اون لجره گفته این مقدار در ساعت فلان از این به این منتقل شده، ولی خب این شبکه آتونوموس هست. چرا؟ چون مشخص نیست که این متعلق به کیه. زمانی مهم هست که در واقع فرایند تحت عنوان KYC انجام میشه. یعنی چی؟ KYC یعنی Know Your Customer، یعنی شما احراز هویت بشید که آقا مثلا پشت این شبکه شفاف بلاکچین این ولت آیدی متعلق به آقای یاسر رحمتی هست. خب موضوع بعدی، موضوع Next Financial Crisis یا بحران‌های مالیاتی هست که میخوام ببینیم نقش کریپتو میتونه توی این حوزه به چه شکل باشه. ببینید افرادی که بحران‌های مالی سال 2007 و 2012 رو یادشون هست، حتما ماجرای لیمن برادرز یادشون هست و به گوششون خورده. چهارمین اینوستمنت بانک آمریکا که سال 2008 عملا اعلام بانکراپسی کرد. اسست هاش هم اونهایی که تو آمریکای شمالی بود، بانک انگلیسی بارکلیز و خب اونهایی که تو حوزه آسیا و اروپا و خاورمیانه و شرکت ژاپنی ناکامورا خریداری کرد. لیمن برادرز اون موقع 610 میلیارد دلار بدهی داشت. حالا اونایی که تریدر هستند، همین یکی دو ماه گذشته، خیلی دور نیست، همین یکی دو ماه گذشته ریاکشن بازار نسبت به خبری که در مورد گروه اورگراند گروپ ریلیز شد رو قطعا به خاطر دارن. خب بیایم این دو تا داستان رو، یعنی داستان لیمن برادرز و اورگراند گروپ رو، از سه تا آی ویژن مختلف بهش نگاه بکنیم. نکته اول در مورد میزان بدهی است. ببینید لیمن برادرز اون موقعی زیولوش 610 میلیارد دلار بدهی داشت، اما میزان بدهی فعلی اورگرند گروپ که زیولوش نصف اون مبلغ است، یعنی در حدود 300 میلیارد دلار. از طرف دیگه نوع بدهیش است. حوزه کاری لیمن برادرز حوزه اینوستمنت بانکینگ بود. یعنی چی؟ یعنی ممکن بود بخشی از این بدهی به خاطر سرمایه‌ای بوده باشه که کلاً لیکوید شده. اما در حوزه اورگراند شما چون فعالیتون در حوزه ساختمانسازی و املاک هست، یک ملک، یک ساختمان، یک بیلدینگ وجود داره. فقط کافیه این فروخته بشه این هست و تبدیل بشه به دارایی و این بدهی ها پرداخت بشه. این نکته دوم. نکته سوم اسکوپ اثرگذاری. چیه داستان؟ ببینید لیمن برادرز یک اینترنشنال بانکینگ سرویس بود، پس طبیعتا کل حوزه اینترنشنال میشه اسکوپ. اما 90% بدهی اورگراند مربوط به بانک های چینیه، فقط 10%ش اسکوپ اینترنشنال داره. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه ای که ما میگیریم این هست که طبیعتاً این سه تا دلیل در کنار هم نشون میده که آقا مشکلات مالی اورگراند نمیتواند منجر به یک نکست فاینانشال کرایسیس بشه. چرا؟ چون اسکوپش در اون حد نیست. اما آیا ما نکست فاینانشال کرایسیس نداریم؟ یک سری نشانه هایی داره خودشو نشون میده. بریم این نشانه ها رو با هم دیگه مرور بکنیم. خب ببینید هرچند که فاینانشال ادوایزر ها اپروف کردن که داستان اورگراند نمیتونه بحث فاینانشال کرایسیس خیلی های امپکتی رو ایجاد بکنه، اما بحث نکست فاینانشال کرایسیس رو هم از طرف دیگه کاملا منتفی نمیدونن. چرا؟ چون رفرنس میدم شاخص CPI. به عنوان مثال من اومدم گراف CPI ایندکس
USA رو برای شما نشون دادم. ببینید این شاخص نشون میده که از سال 2019 تا 2021 عملا یک رشد داشته برای کشور آمریکا. اگر نگاه کنیم این شاخص رو برای UK میبینیم که اینجا هم روند سعودی رو داشته. پس نشانه های کرایسیس مالی رو در بازار و اقتصاد مشاهده میکنند. اما اگر این کرایسیس اتفاق افتاد چه کنیم؟ یا از طرف دیگه میخوام نشون بدم که کریپتو چجوری میتونه تو این بازار نقش ایفا بکنه. نگاه بکنیم به شاخص DXY یا شاخص دلار آمریکا. ببینید زمانی که تقریبا 2007-2008 فاینانشال کرایسیس نشانه ها رو خودش نشون داد، شاخص DXY شروع کرد به روند نزولی و یه لو ولیو رو زد در 10 مارس 2008. اما بازار فلکچویشن کرد تا چی؟ تا تقریبا 2014-2015 که طبیعتا تو این بازه زمانی شما این شرایط ابنرمال رو داشتین و از اینجا به بعد بود که بازار یک روند نرمال و طبیعی خودش رو شکل گرفت. یعنی تقریبا میبینیم که 2007-2008 تا 2014 تقریبا 6-7 سال طول کشید که شرایط بازار شرایط بازار نرمالی بشه. این رو میبینیم تو شاخص دلار آمریکا میبینیم. اما نگاه بکن به شاخص S&P 500 یا SPX. اینجا هم میبینیم که سال 2007 نشانه ها رو در خودش نشون داده با این روند دیسندینگ که اتفاق افتاده. 2 مارس 2009 روند لو ولیو داره. برای اینکه برسه به شرایط قبلی خودش و شرایط نرمال میبینیم که تقریبا تا سال 2013-2014 این روند ادامه پیدا میکنه. شاخص دکس هم، شاخص مربوط به آلمان هم این رو وریفای میکنه. لو ولیوش در 19 مارس 2019 بود و میبینیم که اینجا برای اینکه برسه به شرایط نرمال قبلیش تقریبا تا سال 2014 ادامه پیدا میکنه. شاخص توکیو، شاخص نیکی 225 هم این رو وریفای میکنه. میبینیم که 2007 تقریبا روند دیسندینگ شروع کرده، لو ولیوش رو در 4 نوامبر 2008 میبینیم و تقریبا تا 2013-2014 این روند ادامه پیدا میکنه. اما نگاه بکنیم به شاخص طلا. سال 2008-2009 که این روند دیسندینگ، روند نزولی در شاخص طلا و قیمت اونس جهانی طلا رو ما میبینیم، میبینیم که لو ولیو اینجا زد قبول. اما بحث ریکاوری خیلی سریع اتفاق افتاد. ببینید تقریبا سال 2010 یا بهتر بخوام بگم اواخر سال 2009 این دیگه تعیین تکلیف شد و بعد از اون به این دلیل که مردم میخواستن دارایی های خودشون رو تبدیل بکنن به یک asset فیزیکی valuable، عملا میبینیم که شاخص زمانی که سایر شاخص های مارکت منفی بود یه شاخص روند سعودی شدید و در واقع اسندینگ رو به خودش گرفت. پس چه اتفاقی افتاد؟ دیدیم که زمانی که شاخص های مارکت و سهام روند کرایسیس و بحران رو تجربه میکرد، مردم دارای خودشون تبدیل کردن به طلا، یه asset فیزیکی valuable، بنابراین روند سعودی رو به خودش گرفت. پیشنهاد به عنوان یه فاینانشال ادوایزر به شما این هست که قطعا در نیکس فاینانشال کرایسیس طلا یک رقیبی رو به نام کریپتو خواهند داشت. یعنی اینکه قطعا بله مردم میرن به سمت اینکه بخش از دارایی خودشون تبدیل بکنن به اسست هایی مثل طلا، ولی مطمئن باشید که یک رقیب بسیار پرقدرتی به نام رمز ارزها در کنار طلا وجود خواهد داشت. خیلی هم عالی. بیایم یه مرور بکنیم، یه فلش بک بزنیم به کاری که تا الان کردیم. تا الان من اومدم از 4 تا پرسپکتیو به قضیه نگاه کردم. یعنی اومدم از نگاه وزارت نیرو، از نگاه دولت، از نگاه کاربر عادی، از نگاه فاینانشیال مارکت به بلاکچین نگاه کردم و مشخص کردم که چه پارامتری از هر کدوم از این پرسپکتیو ها میتونه فرصت برای اون حوزه تلقی بشه و چه پارامتری میتونه برای اون حوزه تهدید باشه. پرسپکتیو پنجم که الان قراره در موردش صحبت بکنم، نگاهی که در واقع دارندگان فارم‌ها یا مزارع استخراج رمز ارز میتونن داشته باشن.
برای اینکه بپردازیم به فرصت ها و تهدید ها از نگاه این افراد، بایستی با پارامتری آشنا بشید به نام ROI یا Return of Investment. هر پارامتری که ROI سرمایه گذاری این افراد رو ببره بالا میشه یا اپورتونیتی یا فرصت. هر پارامتری هم که باعث بشه این ROI بیاد پایین، ما اصطلاحاً تحت عنوان تهدید برای این افراد تلقی میکنیم. قبل از اینکه بپردازم به یک فاینانشال آنالیسیس و آنالیز مالی مربوط به آروهای یک سمپل فارم، اجازه بدید یک ترمینولوژی رو با هم مرور بکنیم. ببینید، من گرته میگیرم، گرته برداری میکنم از وایت پیپر سیسکو. تو سیسکو ما میگفتیم که هر جایی که تعداد کاربراتون تو شبکه اکسس یا تعداد نودهای اکسس شما زیر 200 نود باشه، زیر 200 یوزر باشه، ما اون شبکه میگفتیم اسمال سایز. اگر بین 200 تا 1000 باشه، ما اون رو میگفتیم میدیوم سایز. و اگر هم بالاتر از 1000 تا کاربر، یوزر یا نود باشه، دقیقا ببینیم در مورد شبکه اکسس صحبت میکنم، طبیعتا ما اون رو یه شبکه انترپرایز میدونستیم. همین ترمینولوژی رو کپی پیس میکنم توی فارم ها و بلاکچین. من فارم ها و مزارعی که تعداد ماینر هاشون زیر 200 ماینر باشه، عملا میگم اسمال سایز. بین 200 تا 1000 تا ماینر اصطلاحا میگیم مزارع میدیوم سایز یا سایز متوسط. و عملا اگر بالاتر از 1000 ماینر در اون فارم وجود داشته باشه، ما اون مزرعه رو میگیم مزرعه احسن، انترپرایز فارم. خب فرض بکنید من یه فارمی دارم که اولا اسمال سایزه، اومدم از 100 تا ماینر استفاده کردم، ماینر هم همه تیپیکه، یعنی هر 100 تاش آنت ماینر S19 پرو هست. و اگر به نیم پلیت این دستگاه نگاه بکنم، میبینم که این دستگاه تقریبا 3250 وات برق مصرف میکنه و هش ریت اون هم 110 را 8 پر سکن هست. زمانی که من این پست رو نگارش میکردم، کارنت ولیو BTC یه چیز حلوش تقریبا 49000 دلار بود. و از طرف دیگه فارمم رو اومدم در کشوری مستقر کردم که تعرفه برقشی باشه 12 سنت. شما حالا هر جایی که بودید میان تعرفه متوسط برق مصرفیتون رو اینجا قرار میدید. فرض دوم من چیه؟ فرض دوم من اینه که ماینر هام رو متصل کردم به استخر آنتپول. آنتپول در واقع کامیشن فیش چیزو حدوش 4% هست. اوکی؟ و از طرف دیگه اگر به وبسایت آنتپول مراجعه بکنید، میبینید که به ازای هر تراهشی که شما از منابع پردازشی ماینر هاتون به اشتراک میگذارید با آنتپول، اون یه چیزی هلوش 0.4 دلار به شما چیه رونیو میده. اوکی؟ حالا با این فرضیات نگاه بکنیم که استخر ماینینگ من پرده در هر روز چقدر درآمد داره. چند تا ماینر داشتم؟ 100. اوکی. هش ریت هر کدوم از ماینرهای من چقدر بود؟ 110 تا. خب اینم 110 تا. اوکی. رونیویی که به من میداد پر تراهش چند دلار بود؟ پر تراهش یه چیزی هولوش انقدر. ضرب اینها به من میگه که 4381 دلار ناخالص در 24 ساعته شما چی درآمد دارید. خب من باید از این یه چیزی رو کم بکنم. اولین چیزی که باید کم بکنم اینه که آقا نگاه بکنم اصلا ماینر های من چقدر برق مصرف میکنن. 100 تا ماینر داشتم، ماینر من 3.25 کیلووات بود هر کدوم از در واقع ماینر های S19 پرو من. اوکی. از طرف دیگه 24 ساعته دارن کار میکنن و به ازای هر کیلووات ساعت هم من باید 12 سنت پرداخت بکنم. ضرب اینها میرسه به چی؟ 936 دلار که این هزینه برقی هست که این 100 تا ماینر من در روز مصرف میکنه. خب این رو هم میذارم کنار. تموم شد؟ نه. قرار شد که 4% هم چی؟ کمیشن فی بدیم دیگه. درسته؟ 4% هم که آنتور خودش برمی داره.
4% این مقدار گروز، این مقدار ناخالص رو که حساب بکنم، 4% 4381 دلار میشه تقریبا 175 دلار. حالا اگر از این مقدار ناخالص مقدار هزینه برق و مقدار کمیشن فی آن پول رو حذف بکنم، یک مقدار خالصی میمونه تقریبا معادل 3270 دلار پر دی. این چیه؟ این درآمد خالص من است. در ماهش چی میشه؟ خب در ماهش میشه ضرب در 30، یعنی یه چیزی هول و هوش 100000 دلار. پس درآمد خالص ماهیانه این 100 تا ماینر من یه چیز حدودش چی 100000 دلار خواهد شد. من کمیشن فی آنت پول رو کنس کردم، میزان بقر رو هم کنس کردم. اما آیا این تمام داستان است؟ نه. ببینید، من یه سری هزینه ستاپ دارم. هزینه ستاپ یعنی چی؟ یعنی که خب این ماینر ها رو که نرفتم از جوب بردارم بیارم، رفتم خریداری کردم. خب اگر به عنوان مثال من برم توی اینترنت مثلا آمازون و سرچ بکنم دستگاه آنت ماینر S19 پرو 110 ترا 8 پر سکندی، میبینم که تقریبا این دستگاه معادل 15-16000 دلار هست. 100 تا دستگاه این میشه چقدر؟ 1,600,000 دلار. این فقط هزینه ای که من باید چی؟ بابت خرید دستگاه بدم. از طرف دیگه هزینه هاوزینگ دارم، یعنی اگر جا مال خودم نباشه بایستی ماهیانه اجاره پرداخت بکنم. هزینه ستاپ و کابکشی پاور دارم، تابلوهای برقی رو باید ستاپ بکنم، شلف بندی، کابکشی، تجهیزات مانیتورینگ، تجهیزات شبکه، هزینه سیستم خنک کننده و ستاپ کردن تجهیزات اون، هزینه سکیوریتی مثل CCTV ها و این قبیل هزینه ها، هزینه اینترنتی که من بایستی برای ارتباط ماینر ها به آنت بود به صورت ماهیانه پرداخت. خب قرارمون چی بود؟ قرارمون این بود که ROI رو حساب بکنیم، Return of Investment. چرا؟ گفتم دیگه، گفتم هر پارامتری که باعث بشه ROI رو ببره بالا میشه یک اپورتونتی یا فرصت از نگاه دارنده فارم، و هر پارامتری که ROI رو بیاره پایین عملا میشه یک تهدید. پارامترهایی مثل سختی شبکه، یعنی هرچی سختی شبکه بره بالاتر عملا ریونیوه فارم من میاد پایین تر و به نوعی صورت کنس رو کوچیکش میکنه، پس این تأثیر منفی داره. قیمت BTC، هرچی این قیمت بره بالاتر عملا صورت این کنس رو بزرگ خواهد کرد، بنابراین اون فارم رو اکونومیکتر و اقتصادی تر خواهد کرد. هزینه اولیه، یعنی اگر دستگاه خریداری شده توسط من دستگاه گرونتری باشه، عملا میاد تأثیرش روی مخرج نشون میده، به نوعی آرای من رو کوچیک خواهد کرد. پس هر عاملی که باعث بشه که صورت این کسب بزرگ بشه و مخرج این کسب رو کوچیک بکنه، منجر به افزایش آروان خواهد شد و به نوعی فرصت تلقی میشه، و هر عاملی که صورت رو کوچیک بکنه و مخرج رو هم بزرگ بکنه، به نوعی منجر به کاهش آروان و از طرف دیگه تهدید برای این موضوع تلقی میشه. در نهایت تمام موضوعاتی که من تا الان بهش پرداختم رو میخوام خلاصه بکنم توی این چارت سمیلوتی. عرض کردم خدمت شما که این تکنولوژی یه تکنولوژی دیسنترالایزه، ترانسپرنته. چرا؟ چون تراکنش ها رو در داخل یک دیستریبیوت لجر رجیستر میکنم. معماری شبکش معماری روباستی هست، شبکه من اتونوموس هست، سرعت تراکنش های من بالاست. در مجموع همه این پارامترها رو من به عنوان نقاط قوت این تکنولوژی لحاظ کردم. از طرف دیگه چون شبکه من یه شبکه پر تو پر هست، چرا؟ چون عملا من ترد پارتی رو حذف کردم، بنابراین کاست افیشنسی دارم، هزینه های من اومده پایین، و اینکه این تکنولوژی به من قابلیت و فیچر سمارت کانترکت رو میده و اینکه من میتونم ریسک فراد رو کم بکنم، همه اینها میتونه به عنوان فرصت برای ما تلقی بشه. از طرف دیگه اسکیلیبیلیتی حتما یک چالش هست در این حوزه، که قطعا من در یک ویدیو جداگانه، شاید هم ویدیوهای جداگانه در مورد اسکیلیبیلیتی به صورت کامل و مفصل صحبت خواهم کرد. اینکه هنوز یوزر اکسپریانس در مورد تکنولوژی پایین هست، اینکه
هنوز ارتباط ها و اینترکانکشن بین حالا تایپ های مختلف این بلاکچین هنوز که هنوز یک چالش هست و مباحث مربوط به استوریج کپاسیتی در مجموع میتونه به عنوان نقاط ضعف و چالش های موزه تلقی بشه. از طرف دیگه اینکه به این تکنولوژی و تطابق به این تکنولوژی به صورت تردید نگاه میشه، حالا بهتره بگیم الان کم شده ولی همچنان حاکمیت با تردید به این قضیه نگاه میکنه، اینکه کماکان چالش های سیکیوریتی اتک رو دارید، اینکه این تکنولوژی قطعا باعث افزایش نرخ بیکاری و افزایش آن امپلویمنت ریشیو خواهد شد و در نهایت چالش هایی که در بحث قانون گذاری و رگولاتوری این حوزه هست میتونیم اینها رو به عنوان تهدیدهای این حوزه تلقی بکنیم. خب دوستان عزیز، ممنونم که در این ویدیو با من همراه بودید و تا یک کارگاه آموزشی